میگه کانادا از لیست ده کشور برتر در رتبه جهانی آزادی بشر خارج شد. ایران و چین هم در قهر جدول هستند. کانادا سرزمین قوی مردان و کشور آزاد دیگر چندان آزاد نیست. برای اولین بار در بیش از دوازده سال کانادا در لیست ده کشور برتر جهان قرار نگرفت میدونید که برای چی برای که جاستین کاسترو جاستین ترودوی هر اون زاده که اونجا هست کانادا هم کرده یه سرزمین کمونیستی آزادی ها رو گرفتن مالیات و سنگین به کمر مردمان کانادا بستن پوست کانادایی ها رو که گریه میکنند ایرانیانی که خیلی هاشون رفتن اونجا گریه میکنند گوهی خوردیم رفتیم اونجا این سرزمین دیگه سرزمین آزادی نیست و بابک شاهد از غیب رسید بابک عزیزمون عکاس و اخ... کار ویدیویی میکنه در کانادا بابک جان خودت کانادا الان چگونه است کانادا آیا این مقاله‌ای که گفته درست هست یا نه نوشتن درست کانادا پایان شده به انگلیسی نوشتن فینیشت فینیشت یعنی به پایان رسیده و بقیه دوستانی که تو کانادا هم هستن میتونن تو کامنت ها بنویسن آیا کانادا با جاستین ترودو به پایان رسیده یا نه نظراتتون رو بگید تو کانادا ما بیننده کم نداریم چند تا از پشتیبانان برنامه هم تو کانادا هستن بگید چه کار کرده این جاستین کاستروی روی میگویند که 45 سال اینجا زندگی میکنم کانادا به پایان رسیده است بابک عزیز میگوید حالا مقاله رو براتون بخونم این گزارش که هر سال توسط مؤسسه فریزر و مؤسسه کاتو در آمریکا تهیه می شود داده های شاخص آزادی بشر و آزادی شخصی مانند آزادی حرکت، بیان، اجتماعات، مذهب و آزادی اقتصادی را در بررسی خود در نظر می گیرد. ببینید شاخص های آزادی آقا هر شا... چیزی یه شاخصی داره شاخص آزادی آزادی بشر یعنی آقا تو شخصا آزاد هستی آزادی بشر یعنی چی دوستان تو به عنوان یک انسان آزادی تا جایی که آزادی فرد دیگر رو نگیر مثلا من الان اجازه ندارم که الان ساعت مثلا اینجا ساعت یازده شب هست دوازده شب هست بلنشم اینجا بندری موزیک بذارم بندری برقصم وسط و سر و صدا را بندازم خب آزادی افراد دیگه میگه ولی آزاد هستم در یه حد متعارف تو خونم صحبت کنم یا آزاد هستم در طول روز صدایی که اجازه بهم به داده میشه صحبت این آزادی هست آزادی بشه آزاد هستم هر جور خواستم لباس بپوشم کسی ربطی نداره اگه بد هست اگه عرف جامعه هست اون دیگه خود ببن. من توسط جامعه مثلا من میشه ولی دولت حق دخالت نداره افراد حق دخالت ندارن یا کسی حق نداره به پر جلو بگی آقا تو چرا این چنین آزادی بشر و یکی از شاخصه های این آزادی بشر هست آزادی شخصی مثل آزادی حرکت یعنی چی آقا من به عنوان یه فرد دوست دارم از شهرم حرکت کنم برم شهر دیگه اونم رو دوست دارم عوض کنم برم یه محله دیگه آزادی هست نباید یه جوری سیستم چیده بشه که منو پایبند کنم به یه جا. برای این کانادا رو از لیست کشورهای آزاد انداختن بیرون آزادی بیان آقا من دوست دارم بگم گروه تروریستی حماس دوست دارم از اسرائیل حمایت کنم هیچ کس حق نباید داشته باشه بیاد و این آزادی من رو بگیر دوست دارم حماس رو به قولی محکوم کنم تو سرش بزنم بیان آزاد هست آقا شما میتونی هر جوری که خواستی صحبت کنی به شرط اینکه مثلا نگید آقا من مردم برید مثلا سر فلانی رو ببرید اون تشویق به خشونت و تروریسم ولی انتقاد آقا من میگم مثلا گروه حماس ترون زاده هستن دزدن فلان هم. خب آزادم میتونم بیان آزاد داشته میخوام بگم آقا خامنه ای پول نفت من رو دزدیده باید آزاد باشم این رو بگم خامنه ای یک کسی است که جنایتکار هست داره فرزندان ایران رو میکشه این رو باید آزاد باشم بگم یا فلان رئیس جمهور این کشور آن کشور این چنین آنچنان هست باید آزاد باشم بگم اگه بد گفتم میتونم برم تو دادگاه و علیهش مثلا شکایتی بود از من شکایت آزادی اجتماعات آقا من دوست دارم گروه ملی گرایان مثلا فردا ساعت ده صبح جلو یک منطقه وایسن و اعتراض کنن به یه موضوعی خب طبیعتا تو کشورهای دموکراتیک میشه مجوز گرفت خیلی راحت بگو آقا من فردا میخوام اینجا وایسم یه اعتراض بدون خشونت دارم و میخوام حرفم رو برسونم این میشه آزادی اجتماع تو ایران تو جمهوری حکومت جمهوری سه نفر بغل هم وایسه یعنی اقدام علیه امنیت ملی و نمیدونم اقدام علیه به قولی رژیم جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی فوری از این چیزها ما تحتشون در میکنن و بیان مورد بعدی آزادی مذهب هست آقا من مسلمان نیستم خوشم نمیاد دیدیم اسلام و دیدیم محمد و دیدیم خوندم مطالعه کردم با خودم دو دو تا چهار تا که اصلا خوشم نه اصلا نخوندم اصلا حال نمی کنم مسلمون بمونم آزادی مذهب یکی از اون چ... چیزی هست که میتونی داشته باشی من آقا مسیحی نمیخوام باشم من نمیخوام زوری مسلمون باشم هجاب سرم کنم که بدوه یه فاتی کمانده. مگه شما در کشور اسلامی نیست نه خیر کشور ما هیچ موقع اسلامی نبوده یه زنی که سکین سپسونی مثلا به پر اون وسط بخواد در ما درس اسلام بده این کشور متعلق به حزب اللهی است برو درتو بزار بذار کشور متعلق به ایرانیان هست و ایرانی هم خواهد مونه ایرانی هم هر جور دوست داره زندگی میکنه کشور رو اشغال 1400 سال پیش اومدید اشغال کردید که دلیل نمیشه که کشور متعلق به تو سکینه سپسون و بقیه این موجودات باشه پس اینم از این. اینم از مسئله آزادی آزادی اقتصاد آقا این هم خیلی مهمه یه چیزی که خیلی خوب هست اینجا من دیدم دخالتی صورت نمیگیره تو قیمت یعنی چی یعنی شما میتونی بری یه مارکت یه چیزی رو بخری یه دلار یه مارکت دیگه اونو بخری دو دو انتخاب با تو کدوم مارکت رو بری بخری یه جا بخری سه دلار انتخاب با تو آقا نرو تو مارکتی که گرون هست بپرس چنده میگه انقدر بپرس اونجا چنده رقابتی هست باز هست این چیز خوبیه اینکه از بالا مصوب به تعذیرات فلان بسال نه اینکه مثلا یکی بخواد دزدی کنه یا چه خیلی مشخص میری مثلا بگی موبایل چنده مشخص زدن این قیمت این آب معدنی چنده مثلا می زده 5 دلار روش هم بزرگ نوشته نه اینکه مثلا یه مشتری بیاد بهش بده یه دلار یکی دیگه بیاد دو دلار بده شفافیت وجود نداره اتیکت باد باشه ولی قیمت هم زیرش نوشته بشه خب انتخاب میکنی تو انتخاب میکنی که از کجا خرید کنی از چه فروشگاهی خرید کنی از کجا اجناس تو تهیه کنی این آزادی اقتصاد میشه امسال کانادا با استفاده از جدیدترین داده های موجود از سال 2020 تا کنون در رتبه 13 هم لیست کشورهای آزاد جهان قرار گرفت در حالی که سال گذشته در رتبه 6 هم قرار داشت ببینید چه کاری جاستین ترودو به سر اه... کانادا آورده که کانادا افتاده لیست 13 هم جدول این برای اولین بار در دوازده سال گذشته است که کانادا در لیست ده کشور برتر قرار نمی گیرد. نویسندگان این مطالعه این کاهش را به واکنش دولت نسبت به پاندمی نسبت میدن یادتون هست با کامیونداران کانادایی چه کردن به زور واکسن و با اسب روی سرشون رد شد اصلا یه چیز فوقلاده وحشتناک و الان این مسئله به قولی داره شکافته می شود و کانادا افتاده بیرون و همچنین در این گزارش آماده از کاهش شدید آزادی در سال 2020 پس از سالها نزول آسته پس از یک نقطه اوج در سال 2007 اتفاق افتاد و آزادی جهانی را به پایین ترین از سال 2000 رساند که قبلا پایین ترین نقطه در دو دهه گذشته بود سال 2020 همون سال کرونا این, این میگه که تون سال آزادی کشورها اومد پایین بر اساس این گزارش در مقیاس صفر که در آن ده نشان دهنده آزادی است میانگین امتیاز آزادی انسان برای 165 حوزه غذایی از 7 ممیز صدم در سال 2019 به 6 ممیز 81 در سال 2020 کاهش یافته است یک از ده اگه بخواید بگیرید یه درجه اومده پایین تر آزادترین کشور جهان سوئیس شناخته شده در رتبه اول آزادی قرار گرفته نیوزلند استونی دانمارک ایلند سوئد ایسلند فنلاند هلند و لوکزامبورگ در رده دوم تا دهم ده هستند کشورهایی که رده های آخر هستند سوریه ونزوئلا جمهوری اسلامی سوریه ونزوئلا جمهوری اسلام اینا در رده خرابترین ها هستن